دولت مسخره پاکستان از فیسبوک و توییتر خواسته که کسایی که کفرگویی میکنن روی این مطبوعات اجتماعی رو اسامیشون رو منتقل کنه به خود دولت پاکستان که بتونه اینا رو بازداشت کنه اگر توی پاکستانن اگر خارجه درخواست کنن که اینا پس فرستاده بشن به پاکستان که بتونن به عنوان مجرم باهاشون درمیون بیان و میدونیم که در اسلام و این جنرات در جاهایی که اسلام در حکومته حکم در واقع انتقاد به اسلام و در واقع مرگه و اینکه پاک فیسبوک و تویتر و, تویتر و میدیا اجتماعی حتی در این مورد فکر میکنن که بتونن با دولت های اسلامی و ارتجایی همکاری بکنن و پاسخ بدن به این قضیه این واقعا مایه شرم این طبعا. سازمان هم. و خیلی اوقات هم این کار کردن مثلا گروه های آتیست عرب برای مثال آتیسه ایرانی همین شورای مسلمان سابق انگلیس برای مثال ما هممون مورد سانسور قرار گرفتیم از سوی فیسبوک به خاطر اینکه یک دولتی یا یه مشت ارتجای اسلامی اومدن گفتن که این بعد قدقن بشه چون احساسات ما رو داره جریه دار, دار میکنه انگار اینکه بقیه دنیا احساس ندارن ولی م... نمیدونم ما چطوری احساسهای خیلی قوی داریم ولی میتونیم خ... جلو خودمونو بگیریم کسی رو نکشیم سر کسی رو نباریم فقط اینا اینا فکر کنم هیچ کنترلی روی این احساساتش نیست و نکته نکته دیگه در این مورد اینه که سازمان که در واقع تلاش میکنن جلوی فکر مردم رو بگیرن جلوی انتقاد مردم رو بگیرن و اونایی که با دولت ها همکاری میکنن در واقع یک جنگ بازنده ای رو شروع کردن ما دیدیم توی ایران تو جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونسته با تمام تلاش رو که کرده از میدی های اجتماعی از تلگرام فیسبوک توییتر نمیتونه جلوشون رو بگیره و در واقع به عجز خودشون رو بیان کردن و هر روزه بیان میکنن ولی این قضیه نشون میده که کسایی که میخوان با دولت ها و سازمان ها همکاری بکنن در واقع اینا رو افشا میکنه مثلا همین قضیه بی بی سی خیلی جالبا. شبکه آسیایی بی بی سی بی بی سی میپرسه که در یکی از برنامه‌هاش میپرسه که مجازات کفگویی چی باید باشه چیه انگار اینکه باید مجازاتی باشه برای عق... مثلا آدم... ابراز عقیده آدما یعنی چه یعنی همین که اینطوری سوال میکنن نشون میده که خریدن این صحبت های بیان اسلامیا ها که باید کفگویی مجازات داشته باشه دقیقا تحت فشار افکار عمومی و اعتراضاتی که توی تویتر و میدیا اجتماعی شد و از 24 ساعت شبکه آسیای بی بی سی پس گرفت و اصخایی کرد ولی این باید نشون میده که بی بی سی در واقع کارش همینه سعی میکنه که بیان اسلامی ها رو توضیح بده توجیه بکنه و نباید اجازه داد و این نشون در این حال نشون میده که اعتراض مداوم این قضیه اعتراض کردن سازمان دهدن برای به عنوان قبول کردن و نرمال کردن این گفتگو و گفتمان اسلامیات تو جامعه یه وظیفه خیلی مهمیه که به طور مرتب باید انجام بشه این خب توییتر خیلی جالب بود به خاطر اینکه مثلا سوال این بود که مجازات برای کفگویی چیه بعد خیلی اومده بودن شروع کرده بودن گفته بودن مسخره کرده خب مجازات برای اینکه آدم اول شیرشو بریزه بعد سریالش رو بریزه توی کاسه مجازات اون چیه و خب شوخی های خیلی جدی تر مثل اینکه مثل مجازات برای اینکه وقتی که رانندگی میکنی و زن هستی چی باید باشه یعنی دقیقا مجازات های اسلامی ها رو اومدن گفتن که اگر میخوای سوال اینجوری کنی یعنی خب هر, هر کاری که اونا میکنن قابل قبوله دقیقا و این از 24 ساعت شبکه ایه بی بی رو مجبور کرد که عقب نشینی بکنه و معذرت خواهی بکنه ولی قضیه مهمتر اینه که دولت پاکستان الان در واقع در حالی که دارن مخالفین خودشون رو محکوب میکنن سرکوب میکنن مخالفین و منتقدین اسلامی رو دارن سرکوب میکنن به خاطر که یه نسل عظیم جوان مورد سوال قرار دارن میدن برای رفع مشکلات اجتماعی برای رفع مسائل جامعه مجبور سینه به سینه با اسلام بشن و نقدش بکنن اینا میخوان جلوشو بگیرن در واقع تو وارد یه بازی باخته ای شدن اینا با جامعه و حتما شکست میخونم و ما هم تلاش کنیم حتما حتما ولی در این حال چیزی که خیلی مهمه اینجا و نباید یادمون بره اینه که بالاخره این مسئله کفگویی یک مسئله مرگ و زندگی برای خیلی ها. همون موقعی که بی بی سی آسیا داشت این سوالو میکرد مجازات برای کفگویی چیه یک پسر سی و یه ساله توی هندوستان و به خاطر اینکه از رشنالیزم از آتیزم دفاع کرده توی مطبوعات اجتماعی اومدن کشتنش خب یعنی واقعا باید از در همه سطوح این اسلامی ها رو و بیانشون و هویتشون علیه آزاداندیشی رو باید عقب روند